اسمشو چی بذارم احمد؟ روم نمیشه حتی به زبون بیارم. اگه یه روز میفهمیدم تو دزدی کردی چی کار میکردم؟ احمد اگه دیگه دوستم نداشته باشی حق داری، اگه دیگه دلت نخواد بخندی حق داری. روم نمیشه حتی نگات کنم. وای چی کار میخواستم بکنم؟ اگه مسلم خانوم نبود تعارف نداریم، من الان دزدی کرده بودم. اگه فضولی مسلم خانوم نبود، من الان ته جا بودم. تو میدونی کیم پولو برداشته؟ نکنه خبر داری؟ نکنه خودت فرستادیش من دیگه بدتر از این نشم؟ نکنه خودت تو گوشه ها تو ساخوندی کمکم کنه؟ هرچی شده باشه این پول گم شده، مقصرم منم. میدونم اگه این پول گم شده رو به سعید و آتوسا برنگردونم ولم میکنی. احمد تو فکر میکنی من به نبودنت عادت میکنم؟ اگه بچه ها نبودم، اگه بچه ها نبودم. بعد ها که انشالله عاقل مرد شدی سرت اومد تو حساب، تازه میفهمی مادرت چی بهت گفت. بی خود نبود قدیمی ها میگفتن پول بی زبون رو نباید بریزی جلو آدم زبون دار. چرا؟ برای اینکه هم روش زیاد میشه هم خود رو گم میکنه. یه چیزی حالیشون بود میگفتن دیگه. ببینم دیگه چی به اسمش کردی؟ هیچی دیگه، فقط همون ماشینه بود که خودتون در جریانش هستی. خیلی خب اون ارزشی نداره، یه آهنگارازه است، دو سه سال دیگه هم میفته یک گوشه. پس از این ساختمونی که داری میسازی هیچ کدوم از واحداشو هنوز به اسمش نکردی؟ نه. حالا اگر خیلی دلت خواست یه کاری براش بکنی یا اونم دلش خوش بشه، سه دنگه یه واحدو بیشترم نه، سه دنگو میکنی به نامش. اونم نه همینطوری، اول وکالت بلا از میگیری ازش که تا آخر عمر اختیار ملک با خودت باشه، بعدم به شرط ها و شروط ها. همینطوری هم نه، باید یه کاری بکنی که بچه، چه دختر چه پسر، شکل خودت از آب در بیاد. مامان جان آخه مگه دست خودشه؟ بله که دست خودشه، فقط یه خود زحمت داره. امروز دیگه علم ثابت کرده زن باردار به هر چی که نگاه کنه بچه شکل عمو میشه. به جای اینکه بشینه از صبح تا شب این فیلمای خارجی و ایرونی و این راز بقا و بزمجه و این چیزا رو نگاه بکنه، آلبوم بچگی تو رو بذاره جلوش، روزی دو نوبت بیشترم نه، صبح و عصر هر دفعه یه ساعت عکس تو نگاه کنه، از شیر خارجیت عکس هست تا موقعی که رفتی مدرسه. هر چی شما میگین، فقط ازتون خواهش میکنم دیگه حرفی از اون 40 میلیون وسط نکشید. تو نگران نباش، تو چهار میخش بکن، من خودم میدونم چیو وسط بکشم چیو وسط نکشم. Thank you.
حتما آتوس خانم گذاشته تاقچه بالا که مجبور شدی از اون سر دنیا رو بکشونی بیرین اینجا. اونم با اینکه میدونیش میونه با پرواز ندارم، هنوز که هنوز از هواپیما میترسم. معنی داره آخه آدم بکنن توی قوطی آهنی بفرزن با مامان جون؟ من که جریان دزدی رو براتون گفته بودم، بعدش هم اصلا شاید قسمت نبوده ما بیان. یعنی چی حرفای خال خانباجی ها رو میزنی؟ قسمتم بوده و قسمتم نبوده. به چه این حرفا حواست و جمع زندگیت کن، هر کی از را میرسی اتکش نکنه با خودش ببریم. بله مامان جون، من از این جهت میگم با آتوسا چیزی نگو که الان بارداره، اگه یه وقت حالش بد بشه هم برای بچه من بده هم نوه شما. اگه نوه منه شانس بیاره به تیر تایفه ما بره، مطمئن باش فرضش درسته. بعدش هم بله، بالاخره من مادر شوهرم، گاهی موقع خوب باید یه کاری بکنم. حالا چون رام دوره هر چند وقت یه بار میرسم این وظایف رو انجام بدم. افتاد. خب حالا نمیخواد اخم بکنی، میدونم من مادر شوهرم یه وظایفی هم دارم. چش. ای بابا الان درست میشه، دیدی برقاش اومد؟ خیلی خوب. آره الان میان درستش کنم. کارا رو نکن که از زیادش نبن. من دیگه سوار آسانسور تو نمیشم. باشه از اون اصلا ما فعلا نمیشم. این دیگه دفعه آخره. وای خدای من، هنوز نرسیده چه استرسی. ای خدا، حالا خدا رو شکر که به خیر گذشت. مامان خوشگلم، از این بخورید نمکه. وای عروس گلم، نکنی میخوای منو بکشی تو؟ خدا نکنه، میگم برای آدمی که دوچار شوک شده فوق‌العاده است. نه نه گلم، این برای من مثل سم میمونه. تازه الان دیگه بهترم، یعنی اصلا خوب شدم. آره خب هر جور راحتی. خب تعریف کنید ببینم. ببین سعید جان. جانه من برای خودم نمیگم، از من دیگه گذشت، برای خودتون دارم میگم. آخه بابا یه فکری برای آسانسور این ساختمونتون بکنید، این طفلک بینوا پس فردا پا به ماه. خب هم برای خودش خطرناکه هم برای بچه بیچاره. الهی من قربونتون برم که اینقدر به فکر منین. ببینم نوشیدنیتون گرم باشه یا سرد باشه؟ نوشیدنی من عزیزم همیشه 37 درجه. میگن اصلا سردتر از این باعث پیری زودرس میشه. چشم حتما. راستی گلم، بله اومدنی با سعید ما رفتیم یه مغازه، من خواستم یه کرم بخرم برای صورتم. یه دختر جوون اونجا فروشنده بود، اولش خیال میکرد من خواهر بزرگه سعیدم. بعدش که فهمید من مادرشم و تو باید ریختشو بیدید. آخه یه شاخ در میابود، دیدی سعید یا مشاله حالا بزنیم به تخت چش نخورید. نه دیگه حالا خب بس خواهر بده که من وای جانه ای خدای من، ساعت ورزشم داره میگذره. ای همین بی نظمی ها تو ورزش، تو خورد و خوراک، تو خوابیدن همیشه باعث پیری میشه. اینو باید تو یادت بمونه. چشم یادمه، به تو اتاقتون مثل همیشه آماده است براتون. مرسی. آتوسا. بله. یه دقیقه بیا. چیه؟ یه دقیقه بشین. چیه؟ بشین. میگم که خیلی خوشحالم که اینقدر زود به اومدن مامانم عادت کردی. میدونی تو این چند روزی که مامان مهمونمونه دوست ندارم مشکل پیش بیاد. البته میدونم از سر اون 40 میلیون ازش ناراحتی ها، یه خب این ناراحتی ها رو فراموش کنیم دیگه. خدا مامان فرشته هیچی تو دلش نیست. میدونی که فقط باید یکم بیشتر بشناسد، همین. یه چند روز که اینجا بمونی خودش میفهمه تو چه فرشته‌ای بودی. مگه قراره چند وقت اینجا بمونه؟ سعیدم جانم، ما در اون چمدون منو با خودت بیار، یه چند دقیقه هم بیا اینجا کارت بشه. چشم چشم. Bye.
جمع بشیم بچه های مهربون، با هم دیگه بگردیم تو باغ رنگین کمون. رنگین کمونه، رنگین کمونه، رنگین کمونه، رنگین کمونه. سلام آقا، من در خصوص این آگهی تو روزنامه خدمتتون زنگ میزنم. شما فروشنده یا خریدار؟ من میخوام ماشینمو به شما بفروشم، بعد از خودتون باز رسیورش دارم. شرایط شما به چه صورتیه؟ با توجه به قیمت ماشین 30% رو نگه میداریم بابت پولی که اول میدید. ما بقیشم با توجه به توانایی پرداخت ماهانه شما از 20 تا 60 ماه اقساطی پرداخت میکنیم. من کی میتونم بیام برای انجام کار؟ سلام امیر جان، مخلصتم. بابا من 3 دفعه زنگ زدم اصلا به تو. آره باشه، ماشینه بردی به من، مشتری دارم براش. بابا چی؟ نه بابا، من فروختمش. آره ببین، یه چیزی خدمتت بگم، اگر پول نیاز داری بلند شو سریع بیار. آره زود. امیر جان من منتظرم. آره الان زنگ میزنم به طرف، بره بانک پول بگیری بعد بیاره. آره داداش، خداحافظ. منتظرت. خداحافظ. آقا ماشین رو بازدید کردیم. خب؟ اردگی نداره، اما یه نمه نسبت به سال زیاد دویده. خونه پرش تو این بازار 12200. باش. ببخشید خانم معطل شدید. حسین چای وردی بیار. خب شما می‌خوید ماشین چجوری بفروشید؟ والا چند دستش می‌خوید قسطی بدید؟ من به 10 میلیون نیاز دارم. خب؟ 3 ماه قسط ببندید. مشکلی نیست، 2.5% پاتون حساب میشه. این کارت، این سویش خدمت شما. بقیه مدارک میمونه اینجا تا زمان معذر. قولنامه که نوشته شد بچه ها تحویل تو میدن. باشه. همه دیگه ندارید؟ خواهش میکنم. سعید؟ بله. یه زنگ بزن رستوران شامو بیارن. مامان فرشته گشنشه. مامان فرشته غذا چی میخوری زنگ بزنم بیارن؟ یعنی غذا از بیرون بیارم؟ آره، این رستوران غذاش حرف نداره. دور از جونتون، مگه شماها کلیه دوره گردید که غذا از بیرون بیارن؟ الحمدلله شکر خدا خونه زندگی خوب دارید، آشپزخونه درست درمون دارید. خب بذار همه آدم حسابی غذاتون رو تو خونه بپزین بخورین. غذای بیرون آشغال مادر. حالا نه اینکه فکر کنی من برای خودم میگم، اصلا و ابدا من نگران شما هستم. معلوم نیست چی توش میریزن، چی جوری درست میکنن. بابا باید فکر سلامتی آتوسا باشی، اصلا فکر سلامتی بچه‌تون باشین. روش زندگیتون رو بعد درست کنین. نمیدونم، هر آشغالی بر خودتون سفارش میدید برای منم از همون بگید بیارم. الو سلام، اشتراک 122 هستم. بله سفارش داشتم.
چون من خیر هر دوتاتون رو میخوام آتوسا جون، دارم بهت میگم باید حواستو جمع کنی، گاهی موقع باید گوشه این سعیدو بپیچونی. برای چی مامان فرشته؟ خب برای اینکه یه خود حواسشو بیشتر جمع کنی. آخه هیچ آدم عاقلی اون همه پول نقد رو میذاره توی ماشین حاضر آماده برای دو؟ نه نه، شده جریان اون 40 میلیون اول زندگیتون. یادته که همون موقع اگه حواسشو بیشتر جمع کرده بود دزده رو پیدا کرده بود. دروغ میگم؟ چی بگم والا؟ چیزی نمیخواد بگی، فقط گوش اونو ببیجون. ای بابا چرا حالا گیر دادی به نابود کردن گوش من؟ آخه اگه خود من تو بچگی گوشتو نپیچونده بودم که الان ماشالله ازا ماشالله پولت از پارو بالا نمیرم هر شب از این آتا آشغالا با این قیمت بگیریم بخورین خودتونو مریض کنین، که همین چیش این لاستیک میمونه. حالا این خیلی بدن نیست مامان فرشته؟ من که نفهمیدم چی خوردم چی بود، فقط انگار اینا شکل کاهوه. آره دروغ که نمیگم. برسید مردم. وای مامان چی شده؟ وای مردم چی شده مامان؟ ای بابا نمیدونم همینطور دلگیجه دارم و سرپیچه عدی شب تا حالا. ای بابا چرا؟ سر شبی خوب بودیم شام میخوردیم؟ بله قبل از شام خوب بودم، بعد از اینکه این شام مزخرف بیرون رو خوردم این حال شدم. صد دفعه رفتم دستشی اومدم. وای خدا چوب داره گرگر میشه. من نمیدونم، برو لباس رو بکنم برش بیمارستان. این تو گرگر میسوزه، بیرون دارم یخ میبندم. ببین نه این تفلکی رو راه ایرای بیمارستان نکنه، من دلم برای نوام میسوزه. آخه اونجا تو محیط بیمارستان براش خوب اشکال نداره ما فرشته میام. نمیخواد. نه مادر جون تو بمون خونه، سعید منو میبره وظیفش دندش. نه خیلی خوب بده سعید منو خودش اومد. باش وای مواظبش باش، مواظبش باش. خیلی خوب آخ مادر رو دادم برس. وای اینقدر داد کشیدم دیگه جون ندارم ناله کنم. نگران نباش مامان فرشته، الان میره دکتر. گرفت. آخ فقط دعا کن مادر زنده برگرده. ایشالله که زنده برمیگردی. خیلی خوب نگران نباش، من از بیمارستان زنگ میزنم خبر میدم. باش
دوباره چی شده؟ چیه؟ سلام مادر جون. بابا این مادر شوهر چرا اینقدر دادی بیداد رو انداخته بود؟ من از دادی بیداد اون از خواب بیدار شدم. نمیدونی چه اتفاقی افتاده بود؟ زنبور زده بودش که اینقدر کلی بازی در آورده بود. مادر جون از لای در یواشکی نگاه کردم، دیدم دارم میرم بیمارستان. متوجه شدم. ببینم با هم دیگه دعوا کردیم؟ نه خیر مسلم خانم. دعوا برای چی؟ اصلا بیمارستان رفتن مامان فرشته چه ربطی به دعوای ما داره؟ آخه مادر جون من به این مسئله مشکوکم، مشکوک. میدونی با اون دادی بیدادی که مادر شوهرت رو انداخته بود، من فکر کردم دو مسئله است که بیام با تو در میون بذارم. یه مسئله اینه که اون غذایی که دیشب به مادر شوهرت دادی مطمئنی که حساسیت نداشته بهش؟ یا این که مادر جون از شماها محبت نمی‌بینه، ناراحت میشه، حساسیت پیدا میکنه؟ اینه. سومن که شما که گفتید دوتا. گفتم دوتا، ولی سومی دیگه گفتن نداره. سومی اینه که خودش میزنه به تمارز. تمارز؟ آره، یعنی خودش میزنه به مریضی دیگه مادر جون. شبای این از تلویزیون نوده میبینی؟ این فوتبالیست‌ها وقتی کاری نمیتونن انجام بدن، الکی خودشونو میندازن زمین و میگن وای پام وای دستم، خودشونو به مریضی میزنن. اینی میگن تمارز. متوجه شدی؟ شما این چیزا رو از کجا میدونین مسلم خانم؟ مادر جور اینقدر جدی نگیر. من خودم تمام این واحدها رو که میبینی پاس کردم. آره دختر بزرگ من دو تا توتو فرنگی میخورد، عجیب حساسیت داشت، تمام بدنش کهگیر میزد. مثلا نوه خاله پدر بزرگم اونم همینطور بود. آدم جرأت نمیکنه بهش حرف بزنه، تا حرف میزنی حساسیت پیدا میکنه و عصبانی میشه. اینه فکر میکنم فرشته خانمم همین درد گرفتار شده. مورد بعدی خود من مادر جون. من جوونیا وقتی عروسمو میدیدم حرصم میگرفت، نیست به من فخ میفروخت، توجه به من نداشت، من خودم میزدم به مریضی. همینطور را میرفتم میگونم بای قلبم، بای سرم، بای دلم درد میکنه. همینطوری بهانه های مختلف میگرفتم. بیچاره اونو پسرم هم همش در حال ناراحتی بودن، همش فکر منو میکردن. اگه باور نمی‌کنی باور کن که همه این اتفاقات برای همه میفته. الان مادر شوهرت از بیمارستان میاد، اگه این کارو نکرد میگی که دکتر به من گفته اون غذایی که دیشب بهت دادن مسموم کننده بود، تو رو مسموم کرده. متوجه شدی مادر جون؟ اینه. ولی ناراحت نشو، متوجه خودت باش، از خودت نگهداری کن، اونو ولش کن، بذار زندگی خودشو بکنه. در ذهن مواظب اون بچه خوشگلت که داره میاد باش، هیچ ناراحت نشو، دنیا همینه، ما هم این کارا رو کردیم، بی خیال باش. برو برای خودت زندگی کن، خوش بگذرون، فکر هیچی رو نکن. باشه باشه مادرتون. آره آره فراموش کن، همه چی رو فراموش کن، اونم ولش کن، برای خودش زندگی کنه. خدا حافظ. حالا الان که خوبه مادر، دفعه آخری که غذای بیرون رو خوردم داشتم میمردم. دوره از جون خوب میشه بارم. خب چون دکتر گفته غذای بیرون برای مامان فرشته بده، بنده یک صبحانه کاملا سنتی برای ایشون درست کردم. این کله پاچه. اوه مای گاد، اسپیشال ریکوست. اینم حلیم. وای 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 چیکار کرده این عروس گل من، سورپرایزی. مامان فرشته از این بعد خودم براتون غذا درست میکنم، صبح و ظهر و شب. شما فقط دستور بدید بنده در خدمتم.
وای نازنینم، هیچ دوست ندارم به خاطر من این همه به زحمت بیفتی. روال زندگیت پاک به هم میخوره. خب نه بابا، مگه عزیز از مامان فرشته وجود داره؟ نه خیلی مسلمه. شما یه دو دقیقه تحمل کنید، بنده خدمت میرسم. دو دقیقه خیلی زیاده. نمیدونم چی تو بیمارستان به من دادن، امروز یهو اشتهای عجیبی پیدا کردم. هیچ وقت اینطوری نمیشدم. خب خیلی خوبه که هم داری خوب میشی. بله چه خوب، پس دارم خوب میشه. مگه میشه کله پاچه و حلیمو بدون ادویه خورد؟ خدمت شما. نه نه عزیزم، نه 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 نه. چرا؟ حتی یه ذرهش هم بر من مثل سم میمونه، به دارچین حساسیت شدید دارم. ای خوب چقدر کله میزنم بدجور. آها خوب شد گفتی. آره کلن به همه ادویه. آره آره به خصوص دارچین. مباده حتی یه ذرهشو به غذا بزن. چش، از این به بعد اصلا من تو غذاهام استفاده نمی کنم. خب واسه واسه کله پاچه چربیش خیلی زیاده، اینو نخورین مامان فرشته، برای سلامتتون اصلا خوب نیست. سعید اینو بگیر، شما حلیم بخورین. آره اون بهتره فکر میکنم براتون. آره نه راستی دارچین که نمیخورین، اینم سنگینه براتون. به خدا به خاطر خودتون میگیم اون فرشته. سعید جان ولی یه قاشقش داری؟ نه اصلا خوب نیستش. اصلا سعید اینا رو جمع کن، شما بهتره یه نون بخورین با چای، براتون بهتره. به خاطر خودتون میگم، ناراحت نشه سعید. بیا عزیزم، این چند صفحه رو که برات علامت زدم حساسیت‌های غذایی رو مشخص کرده. بگیر. خیلی ممنونم افسانه جون. ببینم حال مادر آقا سعید چطوره، بهتر شد؟ اما نه دسته این مسلم خانم، خدا نکنه از چیزی سر در بیاره، همه عالم و آدم میفهمن مادر سعیدم خوبه. الهی شکر. اصلا میدونی برای همین این کتاب رو ازت گرفتم، میخوام از امروز آشپزی کنم، میخوام براش سنگ تموم بذارم، میخوام بهش ثابت کنم که میتونم یه آشپز خیلی خوب باشم. فقط تا میتونی باید از ادویه‌های مختلف برای چاشنی غذا استفاده کنی تا خوشمزه تر بشه. البته نباید از ادویه‌هایی که باعث حساسیت میشه استفاده کنی، یا همه رو تو این کتاب برات علامت زدم. اینطوری میتونی ثابت کنی که آشپز ماهری هستی. چقدر خوب شد اینا رو به من گفتی، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. هفت تومنه، بذار تو کیفت. چرا؟ بابا تو خیلی شیکی، مگه این جماعت رو اینجا نمیبینی؟ آخه تو کی میخوای اصول کارو یاد بگیری؟ بذار تو کیف سیما. بله یه بسته 100 گرمی بهش میدی، 7200 ازش میگیری. 7200 چرا؟ 200 اضافی برای سوتی که الان دادی. این عجب آدمیه. اگه یه کلمه دیگه حرف اضافه بزنی 200 دیگه اضافه میکنم بهت. بیا بریم نازنین جون، امروز ما محبوبه سر حال نیست. ما محبوبه کی سر حال هست؟ خسرو حقتی که از صبح تا شب تو این گلخونه خرم مالی کنی، بی عرضه تر از اون چیزی هستی که فکر میکردم. چون اینقدر عصبانی هستی تو؟ برای اینکه اینقدر بهش مهلت دادی تا معلوم نیست که از کدوم گوری دوباره رفته پول جور کرده. اصلا قضیه اینجوری نیست که محبوبه. این فردا این روز به من زنگ زد، گفت فکر سفر و جابجایی جنسا کلا برای همیشه منتفی. خب چرا الان میگی؟ فکر کردم تو این مدت چقدر رازش کردم، برای همین بهت نگفتم. خب تو خیلی بیخود فکر کردی. این نازنین دیگه اصلا به درد ما نمیخوره، از شوهرش هم سفتره. ببین خسرو، یکی رو پیدا میکنی که جنسا رو جابجا بکنه. چشم محبوب خانم، چشم. چشمو کوفت. از چشم گفتنهای علکی دیگه داره حالم به هم میخوره، نمیخوام این مش پول مفتم بدم دست واسطا. میفهمم چشم، عمرن بفهمی. محبوبه چی
نه واقعا مثل این که عروسمون یه چیزایی بلده. ملاحظه میفرمایید که دیدی چطوری به راه آوردمش؟ اگه از اول گذاشته بودی کارا رو من پیش ببرم، الان به جای آتوسا خانم یه بره خانم داشتی، یعنی مثل بره مطیع. کجا میشنوه؟ اون بره بابا، دروغ که نمیگم. آتوسا خانم، پس چی شدیم پیش غذا مردیم از گرسنگی؟ خب یه 2 دقیقه تحمل کن، چرا کلی بازی در میاری؟ آخه با این چیزایی که تو درست کردی راستش منم بیتاقت شدم. این که همیشه بیتاقت موقع خوراکی. 2 دقیقه آبروی ما رو حفظ نمی کنه جلوی شما که مامان فرشته. عجب مرگی شده. منم حاضرم الان بی آبروگری در بیارم. به به وای خدا، این خدمت شما. دست گل عروسم درد نکنه. به به دست شما درد. بوش که عالیه. بله. نه قیافش هم خوبه. درجه 1 ممتاز. 20. چقدر تو بد سلیقه ای که با این دستپخت زنیت بازم میری آتشخاله بیرون رو میخوری. از این به بعد فقط دیگه باید غذای خونگی آتوسا رو بخوری. بله اصلا از این به بعد من به غیر از دستپخت آتوسا لب به هیچ چی نمیزنم. بایکلا. راستی آتوسا، ما فرشته میخواستن بدونن که ما اسم دخترمون رو چی میخواییم بذاریم. خب حالا چه عجله یه، هر وقت که به دنیا اومدی اسم من براش انتخاب میکنی. نه نه عزیز دلم، الان دیگه ثابت شده بعد از 3 ماه بچه سیستم اعصابش کامل میشه، همه چی رو هم میفهمه. اصلا توصیه میکنن که مادر با بچهش حرف بزنه. در نتیجه باید بنشینیم با همدیگه یه اسم حسابی براش انتخاب کنیم. من و سعید قبلا براش انتخاب کردیم اسمشو. تو که نگفتی به من براش اسم انتخاب کردی؟ نه آخه میدونی سعید انقدر حواسش پرته، همش این فکرش پی ساختمونه. ما اسمشو گذاشتیم دیبا خانوم. دیبا. چه اسم قشنگی هم گذاشتیم. آخه دیبا دخترم. خیلی خوب، حالا اگر خیلی از این اسم خوشتون میاد این بشه اسم شناسنامه ایش، ولی خدامون صداش میکنیم فروغ اعظم. ولی آخه مامان، آخه مامان نداره عزیز من. رسم خانواده ما همیشه این بوده وقتی نوه دختر میشه اسم مادر بزرگ روش میذاریم. حیف این صحبت هم میفته. بخور زودتر. شده مامان؟ سعیدم